تمام تکالیف الهی برای انسان تا حدودی محدودیت میاره بله ولی به دنبال این محدودیت های ظاهری یک سلسله فوائد وجود دارد که میارزد انسان این محدودیت ها رو بپذیره مثلا میگم آقا در دین اسلام خوردن گوشت خوک حرامه خوردن مثلا شراب حرامه مثلا ادرار و مدفوع حرام نجسه بله خوردن اشیای نجس برای انسان حرامه خب قبل از دین اسلام که خیلی از اینها رو مردم نمیفهمید بعدا کشف کردن که چه میکروب هایی در گوشت خوک و سگ وجود داره که حتی میگه با پخت و پز هم از بین نمیره درست اینو محدودیت ایجاد میکنه این محدودیتی است که در عین حال سلامت ما رو حفظ میکنه شما وقتی مثلا به پزشک مراجعه میکنی پزشک میگه از فلان غذا فلان غذا فلان غذا پرهیز کن بله. این محدودیت هست یا نه ظاهرش محدودیته ولی واقعی رو وقتی نگاه میکنیم این مسئولیت برای ما به این معنا که اگر ما اون پرهیزهایی که پزشک گفته رو رعایت نکنیم بیماریمون زیاد میشه